سلام دوستان، من مهرداد هستم. امروز میخواییم با همدیگه در مورد بوی زخم مرغ صحبت بکنیم. خیلی وقتا ممکنه براتون پیش اومده باشه که یه مرغی رو میخرید تازه است ولی بوی زخم میده یا یه بوی بدی میده. خیلی وقتا هست مرغ رو مثلا از توی فریزر در میارید، مرغی که فریز شده بوده، ولی احساس میکنید مثلا مرغ نکنه خراب شده، چرا مثلا یه همچین حالتی داره، چرا یه همچین بوی میده. اگه میخواید در مورد این چیزا بدونید که چی به چی و قضیه از چه قراره، تا آخر این ویدیو با من باشید. بوی زخم، هر بوی زخمی نشونه موندگی یا خرابی مرغ نیستش. خیلی وقتا یه مرغی بوی زخم داره ولی شما با خوردن اون مرغ مسموم نمیشید یا دچار بیماری نمیشید، ولی یه بوی نامطلوبی داره. بوی زخم از کجا میاد؟ از باکتریا. باکتریا یه سری موجودات زنده هستن که روی سطح مواد غذایی زندگی میکنن، روی گوشت، مرغ، مثل ما انسانها یا هر موجود زنده دیگه‌ای. یه سری چیز رو مصرف میکنن، یه سری چیز هم دفع میکنن، که باکتریا یه مقداری از بوی زخمی که شما روی مرغ یا روی هر چیز دیگه‌ای به مشامتون میرسه از اون دفع باکتریاست. یه مقدارش هم به خاطر مرگ و میر باکتریاست، چون باکتریا خیلی عمر کوتاهی دارن، وقتی که میمیرن یه بوی بدی رو از خودشون بروز میدن که شما به عنوان مثلا بوی زخم یا یه بوی زننده به مشامتون میخوره. حالا یکی از معروفترین اون باکتریا اسمش سالامونلاست. سالامونلا در واقع اون باکتریه که شما رو دچار مسمومیت غذایی میکنه و خودشو به صورت مثلا تو بدن شما، خیلی ببخشید، به صورت مثلا اسهال، استفراغ، حالت تهوع شدید، با اینجور چیزا شما متوجهش میشید. سالمونلا میتونه روی مرغ تازه هم باشه، یعنی این باکتری زمانی که وارد بدن شما میشه، چون به سلولهای داخل معده حمله میکنه، حال شما رو بد میکنه. حالا سازمان بهداشت غذایی اومده گفته شما چیکار بکنید که از این مسمومیت ها در امان باشید یا کمتر دچارش بشی. میگه شما خیلی ساده است، گوشت مرغی که حتی بوی زخم داره توی 99% شرایط، مگر اینکه آلودگی خاصی داشته باشه، شما اون گوشت رو بپزید، دچار مسمومیت نمیشید، سالمونلا از بین میره. ولی ممکنه یه گوشت خیلی بدبو و بدمزه رو بخورید، ولی از لحاظ سلامتی برای شما ضرری نداره، ولی ممکنه باب میلتون نباشه. توی مواد غذایی اون مرکز، مثلا شما فکر کن یه دونه سینه مرغ داری میپزی، خب وسطش، اون مرکزش، دماش اگر وقتی به 75 درجه سانتیگراد میرسه، فقط کافیه 30 ثانیه شما توی اون دما نگرش داری، اون مرکز رو، اون سالمونلا از بین میره. ولی این دما باعث خشکی گوشت مرغ میشه. علاوه سلامتی سلامته، ولی چیزی که شما میخورید چیز جالبی نیست، نه آبداره، نه به قول معروف لذیذه، یه تیکه گوشت خشکی که این سنگ شده و اصلا جذاب نیستش. برای اینکه این اتفاق نیفته، اون مرکز رو باید دماش رو توی 65 درجه نگه دارید، به مدت 7 دقیقه و نیم اونو بپزید. این باکتری تو اون شرایط هم از بین میره، با این تفاوت که شما دیگه اون گوشتی هم که در آخر دارید یه گوشت لذیذ آب داره که میتونید ازش لذت ببرید. خب پس متوجه شدیم که هر بوی زخمی نشونه فاسد شدن اون گوشت مرغ شما یا هر گوشت دیگه‌ای نیستش که باعث مسمومیت بشه در بدن شما. یه سری بوهای زخم الان با توجه به این بحث پرورش مرغ و صنعتی شدن و تجاری شدن به شدت این موضوع، متاسفانه یه سری استانداردها هستش که یا رعایت نمیشن یا به درستی تو خیلی کشورها رعایت نمیشن. یکی از اونا اینه که اگر
از پودر ماهی به عنوان غذای مرغ استفاده شده باشه، باعث میشه که گوشت تن این حیوان یه بوی زهمی داخل خود گوشت باشه. با اینکه مرغ شما تازه است، به درستی حمل شده، دمای حملش و نگهداریش رعایت شده، ولی بوی نامطلوبی داره برای شما. اینم یکی از اون دلایلاست که باید بهش توجه داشته باشید. یا انواع غذاهای نامرغوبی که برای پرورش این مرغ و طیور استفاده میکنن که متاسفانه باعث میشه که بوی بدی داشته باشیم. بریم بیایم تا بهتون بگم حالا چجوری میتونید به نحو احسن این بوها رو بگیرید و از بین ببرید. خب اول از این که بهتون بگم که بوی زهم تلفظ درست این کلمه است. بعضیا به اشتباه میگن بوی زغم میده یا بوی زخم میده، این اشتباهه. تلفظ درستش بوی زهمه که با هی دو چشم هم نوشته میشه. خب یکی از روشایی که خیلی راحته اینه که شما این مرغ رو داخل آب و نمک بذارید به مدت مثلا 2 ساعت، 3 ساعت یا حتی یه شب تا صبح. این روش رو به شدت بهتون پیشنهاد میکنم. هم باکتریای مضر رو از بین میبره، هم باعث میشه که گوشت مرغتون خیلی خوش‌طعم میشه. یعنی شما زمانی که این گوشت رو میپزید یه طعم فوق‌العاده بهتون میده. میتونید داخلش یه مقدار پیازم بزنید داخل همون آب، که ما این کارو توی اکبر جوجه اگه یادتون باشه کردیم. میتونید برید ویدیو اکبر جوجه رو ببینید. ولی اگر پیاز زدید حتما 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 روی ظرفتون رو سلفون بکشید، هیچ راه نفوذی ظرفتون نداشته باشه. دومین راهش واسه مرغایی که بوی زهم به شدت شدیدی دارن، میتونید از ترکیب آب و سرکه استفاده بکنید. شما کافیه 10 دقیقه یه ربع داخل آب و سرکه سفید بذارید مرغتون رو، بعد در بیارید آب کشی بکنید، تمام باکتری ها بین میره و حتما حتما اون مرغ رو خوب بپزید. اگه میبینید رنگش تغییر کرده یا دچار یه لیزی خیلی خاصی هستش، اصلا ترجیح بر اینه که اون مرغ استفاده نکنید. ولی یه موقع میبینید مرغ سالمه ولی بوی بدی میده. یکی دیگه از اون راه‌ها استفاده از برگ بو سیر به همراه ادویه‌هایی که بوی تند و تیزی دارن، مثل فلفل، مثل ادویه کاری. اینا خیلی راحت میتونن بوی زهم رو بگیرن. یا شما زمانی که دارید مرغ رو میپزید میتونید یک شاخه رزماری داخل ظرف بذارید، این بوی زهم کامل از بین میره. اگه هیچ کدوم از اینا رو نداشتید میتونید یه دونه هویج یا یه شاخه کرفس یا هر دوشو داخل آب مرغی بذارید که داره میپزه، به همراه یه خورده فلفل سیاه و نمک. اینم باعث میشه که اون بوی زهمه از بین بره. ولی اون آب نمکه رو من خودم به شدت بهتون پیشنهاد میکنم. اصلا همیشه قبل از درست کردن مرغ سعی کنید 1-2 ساعت مرغتون رو داخل آب نمک بذارید. مرغ رو سعی کنید تازه بگیرید، تازه استفاده بکنید. اگرم میخواید نگهداری کنید حتما 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 مرغ تازه ای رو که میگیرید و تمیز بکنید، خشکش کنید، فریزش کنید. مرغ مونده رو فریز نکنید. بعضی ها مثلا میره طرف مرغ میگیره یه روز میمونه توی یخچالش تا اینو پاکش کنه، بعد دوباره میاره پاکش میکنه میمونه توی یخچال، یه روز هم طول میکشه بسته بندیش بکنه. تمام این محیط خیس و مرطوب خودش بهترین جا برای تولید این باکتری هاست. پس مرغ رو تازه میگیریم، اگه خواستیم نگه داریم همون موقع پاکش میکنیم، میشوریمش تمیز، خشکش میکنیم، بعد داخل یه دونه مشمع خیلی مرتب یا یه ظرف دربسته داخل فریزر تاریخ میزنیم و فریزش میکنیم. اینو همیشه یادتون باشه. بریم سخن آخر. خب تمام این حرفایی که زدیم در رابطه با بوقلمون، گوشت انواع اقسام پرنده ها صدق میکنه. میتونید این کارو بکنید. مثلا اردک الان فصل دیگه داریم میریم سمت زمستون، وسطای پاییزیم. خب خوراک اردک هم یکی از اون گوشتاییه که خیلی طرفدار داره، خیلی غذای خوبی میشه باش درست کرد.
ولی گوشتش اگه درست درست نکنید یه بوی زهم خاص خودشو داره. دقت هم داشته باشید، مرغی رو که دارید خرید میکنید از مغازه، مرغ تازه خودش یه بویی داره، بوی مرغه، ولی بوی بدی نیست، بوی زننده ای نیست. اینو دقت داشته باشید. سعی کنید مرغی که دارید میخرید اولا از فروشگاه های معتبر بخرید که هم مشتریشون زیاده که بار تازه میارن، بارشون نمیمونه، فروش محصولشون خوبه. دوم از این که زمانی که دارید خرید میکنید یه بوی نامطبوعی از اون مرغتون نیاد. این خیلی مهمه، یعنی مرغ خوب خریدن خودش یه گامیه که شما بتونید از خیلی از این داستانا به دور باشید. بازم اگه کامنتی، سوالی، چیزی بود در خدمتتون هستم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم که به دردتون بخوره و ازش استفاده بکنید. اگه دوستش داشتی برای دوستاتم بفرست و سیوش هم بکن. زنگوله رو هم اگه بزنی ویدیوهای جدید برات میاد، نوتیفیکیشن میاد. ما هر روز تو کانالمون به جز جمعه ها یه ویدیو جدید میذاریم. تنها کانال آشپزی هستیم که الان چند ماه هر روز ما یه ویدیو جدید گذاشیم. خیلی برامون بارش سنگینه، فشار کاریش واقعا وحشتناکه، ولی با عشق این کارو میکنیم. امیدوارم که شما هم لذتشو ببرید. تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار، مراقب خودتون باشید. مثل همیشه یادتون نره که خیلی دوستتون دارم. خدا نگهدار.